خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم ساری عوستارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv ای خمینی، ای گجستک پرفند، ای دل آزادگان، به کین تو پیوند، عقده ده قرن آرزوی خلافت، از پی آن جنگ های سخت نهاوند، هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی، هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند، خنده به دوران تو گریخت ز لبها، خانه به نگذاشتی که نیست عزادار، از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو خمینی و نیاکانت قبل و فرزندانت بعد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند، آن چه تو کردی نکرد لشکر چنگیز، روز بلا در سرخس و توس و نهاوند، آب وضوی تو اشک دیده طفلان، مهر نماز تو مغز مرد خردمند. اگر ما از اول که به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع
اعلام کرده بودیم برای عطای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و حاسدین را درو کرده بودیم. تشنه خون دمادمی و هماره است، دست و دهانت زخون خلق هنابند. بانگ پسر زین سویت که های پدر کو، فراموش کرده ملت ایران اینا رو. وای پدر زان سویت که چون شده فرزند، خانه بنگذاشتی که نیست عزادار، هیچ نماندی به هیچ چهره شکرخند. از تو به یک سینه نیست هیچ دلی شاد، از تو به یک خانه نیست خاطر خرسند. دشمن فرهنگ و دانش و هنری، قلب خدای تو نیست سخت و سیاه است. می سزد آن قلب را ریشه و بن کند. امروز برنامه رو با تک فیلمی از خونخواهان بابک خرمدین آغاز میکنیم پس از این سروده. تو زندانی سرخ جامگانی، هرچه در افسانه ها شنیدی به چشم ببین. ما بخشی از افسانه خدایگان بابک خرمدین. چکار عرب برای من فرمانی است اهورایی؟ چکاره ای؟ چه فرقی میکنه؟ شما تشنه به خون عربید؟ خب منم عربم. ما بی دلیل عرب نمی کشیم. گناه تو تنها این نیست که عربی. عرب در میهن من چه میکند؟ تو در خانه منی و من از بیداد تو به غار پناه بردم. چند دختره که دم بخرا تا به حال به بهانه ندادن جزیه تقدیم خلیفه کرد. یکی شبیه تو روزگاری عروس خود من را از هجده بیرون کشی. چشم پوشی بر این همه بیداد نهانیست. تو را دست و پا میبرم و به چریپا میکشم، کاری که خلیفه شما معتصم با خدایگان ما بابک کرد. این چومبه چاقالوه خیکی نوه خمینی سرصدا را انداخته، دارن آخه زاپاس درست میکنن. زاپاس برای رهبری و فلان و این حرف و جمع همه اینا بازیست. وارد این بازی ها نشید. اینها بابک های خرمدین رو میکشن، سر میبرن، نمیدونن که سرخ جامگان هستند. سرخ جامگان هستند. برید مطالعه کنید تاریخ خودتون رو عزیزان من. سرتون رو به این بازی های روزانهی که میسازن نذارید گرم کنن. درود دارم به همه شما مهربان ایران. آرزو دارم هر کجا هستید شاد خوش پیروز باشید. سرتون رو دارم بند میکنید که مغزتون توهی بشه. تو میگنم بابک خرمدین هیچ که نمیدونی یعنی چی، سرخ جامگان هیچ که نمیدونی یعنی چی، خمینی چه جنایتی کرد هیچ کس نمیدونی یعنی چی. چرا؟ چون الان که انتصاباتشون هست رگبار تمام این سایت مایت و صفحه مفا اینا مال خودشونه. چیترای علکی میزنن، ویدیو درست میکنن، ور میذارن، آن شد، این شد، اون شد، این شد، خرابش کرد، زدش، کشتش، فاپ فاپ خرتون دارن میکنن. دارن هم همیشه اینا برای کار خودشون زاپاس نگه میدارن، زاپاس ذخیره که اگه یکی سوخت، یکی کشته شده که دیگه جاش داشته باشن. الان این انتصابات که شده، خود بخشی از رژیم که اومد بخش بزرگی ریخت تو زباله‌دان تاریخ، بخش بزرگی رو ریخت تو زباله‌دان تاریخ، اینها خب کارشون تموم شده بود، بازنشسته باید میشدن، بازنشستهشون کردن. ولی از قبل آماده کردن تو دانشکده امام صادق مسیح بهایی و مسیح ممانسیح فلان فلان تو اوزای علمیشون میان میخوان به شما بازیتون بدن. بازی نخورید، سریع بهتون میگم، زود میگم، تود میگم، شما بگیرید. این حسن خمینی، این چنبه توفاله خمینی نوش که اومد، این زرایی که اخیرا زد، فکر نکن برای تو زده دلش میسوزه. با خامنه ای چه حمله ای کرد، چه هجوم کرد. مردک تو راست میگی، پولا رو نگیر،
دکون وا کرده. من نمیگم، خودشون میگن از 50 تا 75 میلیارد اینا در سال گرفتن توی سالهای گذشته. دکون اگه حرفا رو میزنه برای اون دکون است که بمونه، تنور انتصاباتشون رو داغ نگه دارن. این چهار کلمه رو گفت، همه خر شدن. این حسنه که توپولی گمان میکنه مردم جنایات این بابا بزرگش رو فراموش کردن. قبلی که اونو گوش کنین بابا بزرگش رو گوش کنه، خودت گوش کن حسن توپولی. توتر میکنن، شمشیر را میکشت و 700 نفر را در یک روز از یهود منی قریزه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران. امام مسلمین هم اینطور بود. عدالت رو تنزل دادن به عدالت اقتصادی، کشتن عدالت. البته عدالت رو از حوزه اقتصادی هم خارج کردن، دست بردن در عدالت. آزادی یعنی عدالت سیاسی. آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی، منم حق دارم صحبت کنم. شما حق داری رأی بدی، منم حق دارم رأی بدم. شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی، منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. البته هر کدوم که اکثر بردیم، خب همون مطاعه، محل اطاعته. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده، همونطور که نمیتونم من برای تو این کارو بکنم. آرمان انبیا، امام هم در همون راستا، اینه که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون اقامه اداره. شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی. معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شاگرد رو حساب نمیشی منتظری امام برای اون نوشت. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رجنامه پدرتو بخونی، عبرت بگیری از تاریخ. آنها او را پسر نوح میخوانند و میگویند اگر این حکومت نامشروع است، چطور بودجه 80 میلیاردی مؤسسات زیر نظر او که توسط این حکومت نامشروع تأمین می شود از حلقوم مبارک پایین می رود؟ ولی ببینید همین حسن، همین که حرفا رو می زنه، به اصطلاح خودشون زد و مد و رفت و فلان، همین حسن میلیاردها تو این چند سال گرفته و ببینید چه امکانات امپراتوری داره و آخونده ای که ماه به ماه بهشون حقوق میده. بودجه مصوب حرم خمینی توی سال 98 معادل 59 میلیارد و 210 میلیون تومانه و این روی کاغذه، وگرنه بیشتر از این هاست. من به عنوان کسی که پای درس حسن خمینی بودم و اطلاع دارم از این قضیه، بهتون میگم تا بدونید پول بیت المال رو چطور مصرف میکنن. حسن خمینی کنار قبر خمینی چهارشنبه درسی داره به نام درس خارج فقه و به ازای هر طلبه که تو این درس حاضر بشه 50,000 تومان و پنجشنبه شب ها نماز داره کنار قبر خمینی خودش و به ازای هر طلبه 100,000 تومان میده. حالا جدای اون شام و نهاری که نیم که نشستیم آقای پژمانفر، این یک ساعت و نیم چه ایده ای رو به این شنونده دادید که اعتماد پیدا کنه بره رأی بده؟ یه دو تا ایده شو به نظرم هیچی. کدوم ایده مثبت؟ یه جمله اصلا از وقت من بگید، یه جمله‌ای که مثبت باشه شما گفتید که یه نفر قانع کنیم بیاد پای صندوق. مردم کلید در نمیاریم، میگه آقای مردم بیاد به کلید ما رای بدید. خب مردم میگیم باید شما بازم رفتید با آقای روحانی. بابا آقای روحانی ولش بابا شما اصلا اعدامش کنید. بعد خود خامنه‌ای میاد میگه آقا به حق بعضیا ظلم شد. چی ظلم شد؟ خب چیزی فرق کرد، چیزی تغییر کرد، یکی را آورد تو از اونایی که بیرون کرده بود، همه آشغالا ریختن تو سر لاشغال. عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت هایی داده شد یا به خودشون یا به الان چون مشتبه میگردونه خامنه ای میاد این ماله میکشه، ماله میکشه. این بازی تنور داره، شما گول نخورید، گول اینا رو نخورید. این سعید قاسمی میاد بگه محمودی نرفته بود همون شپش گرفته بود، شپشو بهش رای دادم. تو اینم به ملت یاد باشه، دلیلشون خیلی
قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشته بودن، قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر هم تیپ کارگری صورتش رو کیده، به خاطر همین رأی آورده، اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوص کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمد اینجا داره بردار، یه ماه حموم نرفته اینا و ایش داره برای حموم، به خاطر همین رأی آورد. همه روستایی‌ها گفتن تو رو خدا اینم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه اینا، دمش گرم از خودمونه این اینا، رأی بدید رأی بدید. شما ذکاوت داشته باشید مردم ایران، ذکاوت و تیزهوشی. اگر رفتید رأی دادید، باز اینا 30-40 میلیون رأی در آوردن برای رئیسی، دخلتون اومده، اینا میمونن. امسال اینا نمیتونن تقلب کنن، کامپیوترها رو بازی بدن، چون نماینده های سازمان ملل و سازمان های، من بهتون بگم حالا نباید میگفتم ولی میگم از قبل میگم، اینها به عنوان خود ایرانی ها ولی با ماموریت در ایران حضور دارن، با تلفن دستشون فیلم میگیرن، سفارا رو فیلم میگیرن که فلانجا چقدر تو صف بودن، فلانجا اسناد رو جمع میکنن، حدود 1500-2000 نفر فقط برای تهران اومدن ایران، مردم بچه ها جوان ها خود ایرانی ها، یه قولی که میگفت ایرانی که خیلی راحت میشه خرید، حالا اینجا که برای خود ملت دیگه کار میکنن، اینا اومدن اونجا که صندوق های رای رو فیلم بگیرن، نگاه بکنن، ببینن، بعد برن گزارش جهانی رو بدن، با اینکه جهان خواران هم با اینها هستن، و وقتی گزارش داشته باشن دیگه نمیتونن بزنن زیرش، ببینن کسی میره رای نداد، بیان 30 میلیون رای برای آقای رئیسی که میدونه چه کرده همشون در بیارن. بعد خصوصا که آقای رئیسی خودش میچسبونه به این قاسم سلیمانی، شدیدم دخترش کار خیلی خوب کرد، گفت از بچه بابان سو استفاده نکنید، باباش زدن کشتن، یعنی رأی نمیده، یعنی در انتخابات دختر قاسم سلیمانی که شما چند میلیون اومدین تو خیابون براش رأی نمیده، این یارو که عکس باباشو میذاره کنارش میگه عکس بابان نذار سو استفاده نکنید. واقعی حسن خمینی، حالا اینا فکر میکنن که یک بار خب کار پیش میاد، مشتاور بزنن بکشن، ترورش مشتاور، نمیشه که مملکت رهبر نداشته باشه، میشه رهبر نداشته باشه؟ نه. این 66 شانزلیزه دفتر ماست، خواستیم بیاد پاریس، نگاه کنیش از ایران ایر اون ور خیابونه ایران ایر اون ور خیابونه، ما این ور خیابونیم، ولی یادتون نره ما شهر فرنگ و بسته نیست، هی میگن آقا ما داریم که بستیم دیگه، نه اونجا بازه، با قرار قبلی میتونید دست بیارید، باید از قبل تلفن کنین قرار بگیرید بدونیم کیست که میخواد بیاد و چی کار داره. اصلا قدیمی دنیا عوض شده، حالا اینا فکر میکنن که مجتبی اینا اینجاست، این 66 شانتیز ببینید، حالا مجتبی یه بار نکنه تیر میره چیزی بخوره کشته بشه، برای نظام مهمه، آدم ها که اصلا خودشون و همه شون میادون تبلیغ کردن شهادت و قربانی و فلان و اینا، میخواد نظامشون بمونه، برای موندن نظامشون عزیزان من هر کاری رو میکنن. به همین دلیل حسن خمینی زاپاس جمهوری اسلامی، اینا تازیانه هستن که بر مملکت حاکم هست، مفخوری کرده و میکنن و تا اونجا بشینه حرف اونو پخش کن، حرف اینو پخش کن، بچه کن، شما باهوشتر از اینا باشید، شما باهوشتر از اینا باشید. شما ببینید اینجا نگاه کنید، پشت سر من مجسمه آزادی میبینید، اینور برج ایفل میبینید، اینور این مجسمه آزادی توسط یک میتراگرا در پاریس ساخته شده و نزدیکی برج ایفل هم هست، بعد بعدن این مجسمه رو برای نیویورک ساختن، فرانسوی ها هدیه دادن به اونها، دستش دستی مجسمه آزادی اون یکی نیویورک هم همینطوره، این مشعل آتش جاودان زرتشته، این دست دیگهش کتاب اوستاست، اینو یاد بگیرید، اینو بدونید، کسی که این ساخت برتولومی یک اندیشمند فرانسوی و میتراگرا بود، میترائیسم الان در دنیا هست، حالا صحبت کردم دیگه امروز وادی مپس نمیشیم، اما مپس اینه که گولتون نزنن با این انتصابات، رهبر دارن الان مشتبا جوون میخوان بکنن دیگه، بعد این حسن توپولی خیکیرم اینجور سرصدا براش راه انداختن، همینو تبلیغات، همه اینها تازیانی هستند که بر خانه و سرزمین شما حاکمند، همونطور که دیدید اولتون یک دقیقه چی گفت بچه های بابک خرمدین سرخ جامگان، یارو خلیفه رو گرفته بودن عربرا، چی گفت؟ گفت تو اومدید فامیلی ما رو تو خونه بردید، دختر ما رو چی؟
همین کاری کردن. این آدمان که حالا بعد بچه‌های خودشون وقتی میرن خارج چجور راه میرن، چجور میگردن؟ نوه خمینیه. ولی یک مشتری میخوان خر کنن در داخل و در خارج، یارو خیکی میاد اینجا میشینه. امپراتوری داره ای، امپراتوری داره حسن خمینی. ثروتی که ای داره از پول بیت المال، از پول شما، همین روحانی بهش داده. تازه فکرم نکن روحانی 72 میلیارد در سال، قبلا بود 50 میلیارد، بعد بود 75 میلیارد. چیکار میکنی مردک؟ فقط یک بنیادش، همین دکونش، دکون خمینی. قبلش رو چقدر دادن ساختن که از دیسنیلاند دیگه. حالا شما اینا رو یه ور دارید، اون ورم شما محمد رضا شاه با اون شکوه، با اون عظمت که سرنگونش کرد جهان، برای که بده مملکت به این اراذل و اوباش. و امروز، امروز که من با شما مهربان یاران هستم، روز بزرگیست امروز. امروز یاد روز جانفشانی ژاندارک ایرانه، پرنسس لیلا پهلوی ژاندارک ایرانه. امروز 20 سالگردشه، 20 ساله که به خاطر آزادی ایران این دختر خودشو فدا کرد. نخست چند نکته رو که تا حالا گفتم در مورد لیلا میگم، بعد یه فیلم خیلی خوب داریم از سومین آیین بدرود با اون سومیش، یعنی مال 17 سال پیش فیلم، ولی چون ندیدید و خیلی از شما توش هستید اون رو براتون پخش میکنیم امروز، بشنید و تماشا کنید. پرنسس لیلا پهلوی اولا که دستش تو جیب خودش بود، از مامانش پول بگیره مثل بعضی ها نبود، دستش تو جیب خودش بود و از ارثی که رسیده بود بهش هر از چندی بهش چیزی میدادن، ولی خودش کار میکرد. کارش مانکنی بود، مانکن بود، در نیویورک برای یک کمپانی کار میکرد، مانکن بود، و در پاریس برای کریستیان دیور، مانکن کریستیان دیور بود و 5 زبان هم صحبت میکرد، 5 زبان. پارسی رو که خب زبان خودش بود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، تازی، 5 زبان صحبت میکرد. و بعد عاشق ادبیات پارسی بود. با اینکه 8 ساله بود از ایران خارج شده بود و در 31 سالگی تقریبا جانش رو فدا ایران کرد، 20 خورده ای سال، 21 سال خارج از کشور بود، هر جا میرفت میگفت من به ایرانی بودنم افتخار میکنم. مثل بعضی که الان اکسان بگیرن و لهجه صحبت کنن، اینا پارسی صحبت میکرد. بارها من شاهد بودم در جلساتی که فرانسوی ها حضور داشتن، انگلیسی ها حضور داشتن، انگلیسی زبان ها، ایشون عمر خیام رو میخوند و ترجمه میکرد برای اینها به فرانسوی یا به آلمانی یا به انگلیسی. مولوی رو که بهش بسیار علاقمند بود، کدومتون اینجور هستید الان؟ کدوم یکی از شماها مولوی و حافظ و خیام و اینا دارید میخونید؟ میخوند و برای اینا ترجمه میکرد. این تقویم 7000 ساله آریای میترایی همیشه تو جیبش بود. تا هم صحبت میشد در میآورد میگفت من 7000 سال تمدن شهریگری دارم. 7000 سال. در اولین سالگردش شهبانو به دکتر مجیدی که در میان ما دیگه نیست دستور داد که بنیادی درست بشه برای همین تاریخ 7000 ساله، که بعدا نمیدونم چی شد، اصلا نشد، شد و بعد فردریک میتران مسئولیت دیگه. علاق برها اینقدر علاقمند بود به تاریخ و تمدن سرزمین خودش و همیشه هم با دسترنج خودش زندگی میکرد و مانکنی میکرد. امکانم داشت که ماها عزیزترین افراد خودش رو نبینه، عزیزترین افراد خودش رو نبینه. به همین خاطر کسی نمیتونه مدعی حرفهای منفی برای این شخصیت بشه. انسان امکان داره در عرض 24 ساعت تغییر کنه، 48 ساعت تغییر کنه، یک ماه، یک هفته تغییر کنه. شما یک کسی که مدت هاست ندیدی
به ویژه عزیز انسان هست، انسان نبایستی بیاد و قضاوت بکنه و داوری بکنه. پرنسس لیلا پهلوی بارها گفتم پیش از اینکه با خوراندن قرص بهش بکشنش، پزشکش یک پاکستانی بود، اینو هم قبلا گفتم برید گوش کنید، سالها مورد تحقیق و پژوهش بود به خاطر دروغ‌هایی که گفته بود در لندن، و بعد دو مورد دیگه ایشون اقدام کرده بودن برای کشتنش. یک بار سیم تلفن تو اتاقش دور گردنش بوده سر صدا میکنه که یارو مسئول هتل در میر پایین مستر کیر بیاره واکنه میاد میره بیهوش افتاده بوده و سیم دور گردنش بوده. یه بار دیگه هم که میره بیشه همون دکترش که پاکستانی بوده اینجای زیر چشش بهش که مرد آدم ها رو کتک میزن از زنها رو کتک میزن خصوصا سیاه شده بوده. اینها همه قبل از این بوده که ایشون رو با خوراندن قرص کشتن. چون میگفت به من تأکید میداشت، میگفت که من جاندارک رو خیلی خوندم و خیلی جاندارک رو دوست دارم. جاندارک رو انگلیسی ها چون میهن پرست بود و فرانسوی رو بود و فرانسه رو دوست داشت، فرانسوی ها ولش کردن جاندارک رو. انگلیسی ها همونطور که ناپلئون رو اینا رو چه کردن و یعنی جاندارک اینا رو هم انداختن تو آتیش سوزون درش. فرانسیس لیلا میگفت من اجازه نمیدم که میهنم، مردمم، سرزمینم، حتی خود من رو بگیرن بندازن تو آتش بسوزونن. من خودم میشم ژاندارک رهایی ایران. چه اون چه شاهزاده علیرضا پهلوی. هنگامی که علیرضا پهلوی گفت من چکمه های رضا شاه رو پام میکنم، خرید اینجا از پاریس، با هم رفتیم چکمه ها رو خرید. و تو کی غیرت میخوای پیدا کنی دنبال این تازیان، این سادات تازیه شکم گنده دزد بری تا کی؟ تو یاد در مردم هم میهن عزیزم، باری از این گناهان به گردن توی که ظلم رو پذیرفتی از نیاکان خودت یاد نمیگیری، نهضت شعوبیه رو میشناسی، سپید جامگان رو میشناسی، سرخ جامگان رو که اول نشون دادم یه دقیقه رو میشناسی، قرامته رو میشناسی کیان هستن، قرامته چی کار کردن، قرامته برو بخون ببین چی کار کردن. فکر کردید ما خائنینی داشتیم که رفتن از روسیه و عراق و انگلیس و اینا پول گرفتن و چین و اینا که اومدن مملکت رو داغون بکنن؟ ایران مهد آزادی و تمدن که بوده، انسانهای دلیر و شجاعی هم داشته که براش جون دادن. مردم برخیزید، مردم پاشید، تاریختون رو بخونید، درس بگیرید. بازیتون دارن میدن با این شبکه‌های اجتماعی مزخرفات حسن خمینی، دعوای سعید قاسمی با احمدی نژاد، احمدی نژاد اونو گفت، اون اینو احمدی نژاد آخرین گفته من تا 28م که انتخابات صبر میکنم. اولاق خر خودتی چه صبر میکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ دارن سرتون رو گرم میکنن، روز به روز هم ابلهترمون میکنن با این رسانه‌های مجازی که آفریده شده برای ابلهتر کردن ماست. آیین بدرود با لیلا رو ببینید عزیزان من، خیلی از شما این تو هستید. این سومین سالگرد بدرود با پرنسس لیلا است. بخشی رو میبینید و در خدمتتون هستم.
اینجا میمونه. بریز عشق به سوز ای شم به تاب ما و راز آفرینش را درون خاک بسپرده و در گوش طبیعت رازهای خواهی شدیم. ببین ای چرخ بازیگر، تو هم گاهی نمیفهمی، تو هم گاهی نمیدانی، تو هم راز بزرگ مردم ما را زلوه گردش گردون نمیخوانی. بگو ای چرخ بازیگر، چرا چشمان پاک مردم ما را چنین از عشق تر کردی؟ چرا خاک عزیز زادگاهش را چونین زیر و زبر کردی؟ چرا شاهی نگیدم را چونین بیبار و پر کردی؟ چرا؟ آخر چرا ای چرخ بادیگر؟ نمیدانی
نمیدانی که اکنون ملتی در سوک او هر لحظه میگرد. ترس من از آن است که دوری از وطن عادت شود. به نام خداوند جان و خرد از این بهتر اندیشه بر نگذرد. اگر دانی بنا یار کنم ساخت و پاشانی و یاد و نام نامی یگان ابرمرد مشرق زمین همیشه زنده یاد انوشروان اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامه شاهنشاه فقید ایران. این ملت ایران که الان نماینده های واقعی اونها این جامعه‌ای تشکر کنم و به خصوص بگویم که چقدر در دلم اثر داره که هموطنان و یکمون رو دوستیم. و واقعا میخواستم بگم که امیدوارم که در آینده عشقای همه شما همه ما عشقای شادی باشه برای یک ایران آزاد و آباد و دیگه عشق غمی برای هیچ ایرانی نباشه. Thank you.
که خودتون تنها بگیرن باکس خانم تنها جوانی که برای این مراسم تشریف آوردن آشنا شدم، یعنی خواستم که با ما صحبت کنن. میخوام که اول خودتون رو معرفی کنم. مرسی که با من دارین حرف میزنین. اول خودتون معرفی کنین، اسمتون رو بگین. اسم من لیندا هستم، فرانسوی هستم. دانشجو اهل فرانسه هستین؟ اصلا چقدر خوب فارسی حرف میزنین. Thank you.
با سپاس از برادر عزیزم مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون. مثل همیشه به پایان برنامه میرسیم. از شما پروانه میخوام که با شما به درود و خداحافظی بکنم. روز یک شنبه گذشته ما در سالن کتاب بودیم پاریس، لیکرا برقرار کرده بود، تعداد زیادی از میهنان عزیز تشریف آوردن اونجا. من از همه شون سپاس گذارم، از همه تون سپاس گذارم. حالا کتابم خریدم، خواستم سپاس گذارم. و دوستان زیادی از بچه های فرانسوی، شخصیت ها اومدن، چون رادیوی ما رو به زبان فرانسه گوش میکنن. خیلی از عزیزان ما به زبان فرانسه برنامه ما رو میشنیدن، فرانسوی هم اومدن. روز بسیار خوبی بود و جای همه شما خالی بود. این اولین نشست عمومی بود که تو پاریس بعد از این بیاد بگم تو تاریخ بونه، بعد از این جریان قرنطینه و این حرفا تشکیل شد. با امید به این که سربلند و پیروز باشید و آگاه و آزاد، سیاوش افستاد دستانگر رو همه شما رو میفشاره و بایتون بدرود میگم تا درودی دیگر. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان
از طریق اسکایپ برایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی. از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.